تایی جلسه تو چند بچه دادی؟ من یه دختره 3 ساله دارم الان. میخواستم برای من برین خواستگاری. خدافظ. خدا بگم چه کارت کنه علی رضا؟ آخه این کار بود دادی دستم. چند وقت اینجوری هستی؟ حدود 2 ماه. کلیه هست میدونی که مال ارتفاع و اختلاف فشار بهش نرسی میشه نارسایی کلیه. همین چیزایی که گفتی تو این عکس ها معلومه؟ نه، با آزمایش ها مطمئن میشم. شما خانم حدیث عزیزی رو چقدر میشناسید؟ هنوز شما نمیشناسم، فقط اینو میدونم که من گیر چماخم خبرنگاری شما نمیشم. کاش با این خبرنگاره نانکلی حرف میزدیم. به من گفت پدرتون کیه؟ اما شما خانم حدیث عزیزی قائدی، اینجا همه من رو به اسم عزیزی میشناسن قربان. گفتم اینجا هیچ کس خبر نداره، من از ادامه دوره انصراف میدم قربان. اینکه 4 نفر فهمیدن شما دختر شهید قائدی هستین، اینقدر دلیل شخصی نمیتونه باشه که کاری رو که دوست دارید رها کنید و برید. دلم نمیخواد دیگران فکر کنن من از شهادت پدرم امتیازی کسب میکنم. شهادت مرتضی تنها برای خودش امتیاز بود. شما به دورتون ادامه میدید. هیچ کسی اینجا حق نداره دلایل شخصی شما وارد امنیت پرواز بکنه. قسمت 21. فرمان من. شلیک کارایی مشابه اروپایی و آمریکایی شه، تا 40% هم ارزونتر برامون تموم میشه. رو هر کلت کمری وصل میشه؟ با سلاحی سازمانی خودمون سازگاره، اما آره رو هر کلت کمری نصب میشه. دقت رو میبره بالای 95%. یکی دیگه میخوام. بیا زحمه بیلن. نه بابا، همینم نمیخوره. میخورم. نوش جون دموشو بخور. خیلی خوب، اسلحه پایین، لیزرم خاموش. امیدوارم کسی هم تقلب نکرده باشه. تقلب؟ نفرمایید، همه رو من زدم. منم 4 تا زدم به مهاجم آخری. نگاه کن. ببین؟ راست میگی. خالیه، هر 4 تاش از یه سوراخ رد شده. ببینم اصلا از تو. ده. این که پره؟ ترجیح دادم شلیک نکنم. جاگیرتونم به نظر من خوب نبود. من دید داشتم. اون وسط رو میدیدم. تا اونجایی که به من سپرده شده بود و میدیدم. عیبی نداره، فشنگاتمون برای عملیات بعدی. خیلی خب دیگه بسه، اینقدر کل کل نکنی. تو هم برای ترجیحت باید جواب پس بدی. بگی اصلا تو. خدا قوت بچه ها. خیلی ممنون. این تیم بهترین تیراندازای امنیت هستن. معلومه. هدف بالا بردن دقت بچه ها. تو فاصله هایی که توی هواپیما میخوایم کار بکنیم، سرعت و دقت خیلی مهمه. اینکه روی همین اسلحه سوار شده خیلی عالیه. اگه به هدفام نگاه بکنیم، میبینیم که به هدفم کمک کرد. خب شما استادید. بدون این لیزرها غیر از اینم نمیتونست باشه. میذارم به حساب مهارت نیروی انسانی. خب امین تو بگو. به نظرم نقص نداره. از این فاصله یه چند میلیمتری خطا، اونم به خاطر لگد اسلحه طبیعیه. اما خوب نشست به هدف. شما حالتون خوبه؟ خوبه، من یکم گرمه. خیلی مالم به هم بزید. یکی دیگه لطفا.
خدا قوت. خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا حفظ جمع. خدا حفظ. علی رضا بیا اینجا. نبس تو برای اسلحه پرت باید جواب پس بدی. من تو موضعی بودم که دید داشتم، مهاجم رو میدیدم، میتونستم بزنمش، یعنی با دیدی که من داشتم میتونستم بزنم تو مچ دستش یا توی گلوش. خب چرا نزدی؟ خب من موقعیت رو بررسی کردم، آقای کاظمی سمت راست من بود، منم راست دستم، قاعدتا ایشون سمت راست رو پوشش میداد، شما هم که پشت سر من بودین، با چرخش به چپ برای اینکه از ماسک آقای کاظمی بیام بیرون، اون وقت دید شما کور میشد. خب کابین توی خطه، مسافرها و صندلی‌ها و ایستادن مهاجمین رو تحت نظر داشتم. خانم قائدی، ببخشید خانم عزیزی، یه مثلث با زاویه 120 درجه رو پوشش میداد، ترجیح دادم شلیک نکنم. تو حالت واقعی اگه احیانا تیرای شما کارگر نبود، اون وقت با اعلام میخواستم که دید من خالی کنید تا بتونم شلیک کنم. خب گاهی اوقات هیچ کاری نکردن در جهت مأموریت. یه تشویقی بهت میدم که بذاری تو پروندت. ممنون. ولی لوس نمیشی. حالا برو بالا اون ماکتا رو جمع کن. چشم باست. ببخشید. همین. شما با شهید عزیزی قائدی؟ دخترشون هستم. دختر مرتضی. چطور تا حالا من نمیدونستم؟ اینجا کسی خبر نداره. من با پدر نازنینت رفیق بودم. اون بزرگتر از من بود، اما رفاقت کوچکترهای مثل منم قبول میکرد. اختیار دارید. پدرت یه چیزی دست من داره. دست شما؟ اونو داده بود به من، اما من دوست دارم بدمش به شما. حتما برات میارمش. ممنون. خیلی خوشحالم که اینجایی. این کارم یه جور ادامه همون راه دیگه. بله هست. حواست به جلو باشه، من میرم آخر هواپیما رو برم گردم. بلادش عطایی، یه چند دقیقه هست اون تو انا؟ دقیقا 4:25. عطایی دو تا لیوان آب خورد فقط. برو مواظب باش مسافر رو نفهمن. میخوام بپرسم ببینم یه پزشک توی هواپیما هست یا نه. ایست قلبی عدایی. عدایی جمعه مادرت پاش مسافرین مادرم. چنانچه بین شما پزشک هست
لطفاً به ابتدای هواپیما قسمت میهماندار مراجعه کنند. از همکارتون متشکرم. تو جیباشو گشتی؟ شاید یه قرصی داروی چیزی باشه واسه اینطور موقع ها. سابقه ای نداره. از دکتر تو این پرواز خبری نیست. به کاپیتان بگی موقعیت اورژانس اعلام کنه. بگن یه بیمار سکته‌ای توی پرواز داریم. کاپیتان خسته نباشید. ما یه بیمار سکته‌ای توی پرواز داریم. لطف کنید به اوج مراقبت موقعیت اورژانس اعلام کنید. متشکرم. هماهنگی‌های لازم رو انجام میدیم. پاشو هر شدت بیاد میگه پاشو دیگه. تو خدا پاشو. شکر. نبضش برگشت. برگشت. اگه نفسشون رو وقتی که برمیگردیم زمین برگرده خیلی عالی میشه. فقط کاش به من میگفت وضعیت حالشو. اینجا بکشه. خیلی وقتا اینجور ناراحتی‌ها رو میذارم به حساب ناراحتی مده یا اتساع گاز توی ارتفاع. الهی شکر. الهی شکر. نفسشون برگشت. من معذرت میخوام خانم عزیزی، نمیدونم چرا یه دفعه به شما گفتم خانم قائدی، بعدم با گفتن خانم عزیزی بدتر خرابش کردم. واقعا معذرت میخوام. خواهش میکنم، انگار قسمت بود اینطوری بشه. واقعیتش پنهان کردن این موضوع بیشتر به خاطر این بود که خدای نکرده یه وقت کسی فکر نکنه من از شهادت پدرم امتیازی کسب میکنم. هرچند خدا رو شکر اینجا کسی هم امتیازی بابت این قضیه به من نمیده، خصوصا استاد خسروی. البته شما احتیاجی به امتیاز دادنم ندارین، خودتون به زورم که شده میگیرین، مخصوصا از استاد خسروی. به من گفتید استاد میخوان راجع به یه مسئله با من صحبت کنن. نه من هیچی نمیدونم، یه حدس بوده، یه حدس بوده فقط همین. ببخشید من باید برم کار دارم. بایستد جونم بابا، جونم اتوی، به خود فشار نیارزدم. میدونم میخوای چی بگی، من خانوادت خبر میکنم، خودم هم باشیم صحبت میکنم. نگران نباش، نگران نباش. سلام. سلام، خسته نباش. حالا مریض چطوره؟ به نبضش کنده، حدود 4 دقیقه از وقتی من پیداش کردم ایست قلبی تنفسی داشت. من سعی کردم با CPR یکیش کنم. کاری داشتید خانم عزیزی؟ نه استاد، شما با من کاری نداشتی؟ نه. راجب مانور امروز نکته ای چیزی نمیخواستید به من بگی؟ نه. اما شما امروز توی مانور عالی بودی. شنیدم که میگن داشتن خط خوب ارثیه. صدای خوشم آدم به ارث میبره، اما ظاهراً تیراندازی هم ارثیه. واقعا؟ بشین دخترم. مرتضی تیرانداز خیلی خوبی بود، سرباز خوبی هم بود، فرمانده و رفیق خیلی خوبی هم بود. اگه بود پدر خوبی هم بود. شک نکن. شک ندارم.
من فقط 3 ماهه بودم که بابام شهید شد. ما تو عملیات مرصاد با هم دیگه بودیم. خبر عملیات که آوردم تمامون اینجا بودیم. بچه ها با مرخصی و بدون مرخصی و با اجازه و بدون اجازه همه با هم دیگه رفتیم چارزور. خب اینجا هم نیرو میخواستی. بعد اعلام کردن که هر کی میخواد بره باید نامه بنویسه و تقاضا بده. اون موقع مسئولمون هم نبود. یادم من و مرتضی با هم دیگه نامه نوشتیم. بقیه بچه هم همینطور. همه نامه ها رو از زیر در فرستادیم توی اتاق مسئولمون. شنیدم وقتی که اومده بود در رو باز کرده بود این در باز نمیشود چون همه نامه که پن شده بود این فرش کف اتاق. من هر وقت میخوام یه کاری بکنم دو دل میشم. فکر میکنم اگه بابام بود میگفت انجام بده، میگفت انجام نده. از حرفایی که مامانم میگه یا مادر بزرگم تعریف میکنه، حالا شما رو که نمیشناختم اما دوستای دیگه‌اش از چیزایی که میگن یه تصویری از اون چیزایی که بابا دوست داشته و دوست نداشته برای خودم ساختم. بچه‌های دیگه وقتی توی مهمونی دست دراز میکنن وسط ظرف میوه، پدرشون یه اخمی میکنه یا یه نگاهی میکنه یا یه لبی میگزه، بچه دستشو میکشه، میفهمه کارش اشتباهه. بعد که بزرگ شد از رو اون نگاه میفهمه که پدر مادرش ازش راضین یا ناراضین. من از نگاه بابا، از چشمای پدرم فقط یه عکس دارم. از کجا بفهمم کی ازم راضیه؟ تا جایی که من میدونم و شناختی که از شما پیدا کردم مطمئن باش که مرتضی ازت راضی. اینو شما میگین. شما اینجا استادید، من شاگردم. فرمانده اید، دستور میدید، من اطاعت میکنم. نمیگم این حرفا رو برای دلخوشی من میزنید و نه، اما من از کجا بدونم؟ زندگی من که فقط اینجا توی امنیت یا تو فرودگاه پای دستگاه ایکس ری یا پرواز نیست. از کجا بفهمم اونی شدم که اون میخواد؟ بالاخره هر پدری برای بچه‌ش یه آرزویی داره، مخصوصا دختر. کدوم پدریه که آرزوی داشتن دختری مثل تو رو نداشته باشه؟ خیلی ممنون، شما خیلی به من لطف دارید. نه بابا، چه لطفی. من با مرتضی دمخور بودم. اونقدر رفیق نبودیم که بهمون بگن رفقای گرمابه و گلستان، ولی اینقدر رفیق بودیم که حرفی واسه گفتن داشته باشه. مرتضی کاری رو از سر لطف نمی‌کرد. تا یقین با اون کار نداشت، امکان نداشت، محال بود تن با اون کار بده. یقین مرتضی رو هم که میدونی از کجا نشأت میگرفت. خب تو اگه این باباتی از خیالت راحت، اگه نیستی خب شبیه اون شو. کاری رو بکن که یقین داری درسته. تا حالا همینطوری بوده، همین کارو کردم. خب پس خیالت راحت دیگه. خیلی ممنون، حرفتون خیلی خوب بود، واقعا خوب بود. جدی؟ خب پس تو هم بی جواب نذارش. به حرفایی که زدم خوب فکر کن. بذار این دو دلی هات یک دلشه. آفرین دخترم. چشم، فکر میکنم.
سلام عرض کردم سرکار خانم. من از همکارا آقای عطایی هستم. عطایی مگه همکارم داره؟ بله خانم، من همکار ایشونم. خدا رو شکر فهمیدیم بالاخره جایی که کار میکنه دو تا آدم هم هست. بله، یک دو تا آدم هم هست. حالا چی شده؟ اخراجش کردن؟ نه سرکار خانم، برای ایشون یه اتفاق افتاد که الحمدلله ختم به خیر شد. چه حادثه ای؟ ایشون قلبشون دوچار ناراحتی شد که البته الان حالشون خوبه، نگران نشین. الان کجاست؟ الان بیمارستان هستن. همجوری هم که گفتم حالشون خیلی خوبه خانم. میخواین آدرس بیمارستان رو بنویسین؟ بفرمایید. بیمارستان بقیت الله، بخش بیماری های قلبی. خیلی ممنون. خواهش میکنم خانم. خداحافظ شما. شنیدم گل کاشتی. چاد خالی نبودی ببینی الان چه گلی کاشتم. چه گلی کاشتی؟ به جون خودم این عطایی لام تا کام بزنش نگفتی که چیکار هست. خب تو هواپیما داشت به من حالی میکرد، منم تیز بازی در آوردم و فکر کردم گرفتم، اومدم به خانوادش خبر دادم. حالا نگو اون بنده خدا منظورش این بودی که خانوادش چیزی نفهمه. آخرش که بعد میفهمیدم. چه میدونم والا. الان حالش چطور؟ کجاست؟ الان تو سی سی و الحمدلله حالش هم خیلی خوبه. اما اگه خانمش بره بیمارستان و بعدش دیگه الله و الله. نه ترس، هیچیش نمیشه. پرواز چهارشنبه هستی دیگه. چهارشنبه اگه پرواز دادیم تهران اصفهان، اصفهان شیراز، شیراز تهران. امان از دست این براتی. بهش گفته بودم یه مدت برای من برنامه سبک بذاره. گرفتارم بابا. اینم از برنامه سبکش. گرفتاری چیه؟ هیچ. هیچی؟ یعنی نمیخوای بگه دیگه؟ مطمئن باش اگه چیز مهمی بود حتما به تو رحمتم میگفتم. مطمئن نیستم. این هیچی حتما یه چیزی هستش که تو از براتی خواستی پروازتو سبک کنه برات. اونم تو. یکمیش از خستگی و پیریه. وقت زیادیش چیه؟ وقتی به سن و سال من برسی، نوه دار بشی، بزرگ طایفه بشی، همه هندونه خاندایی و خانمو بذارن زیر بغلت، تو باج ناقاب بشی اول و تو آیزنه ها گنده، اون وقت میفهمی که زیادش مالی چیه. نگران من نباش، ایشالله رو برا میشه. هم دلت شور نزنه. خداحافظ تا چهارشنبه. تا چهارشنبه. راستی جونم، آیزنه یعنی چی؟ آیزنه به زبون آذری یعنی شوهر خواهر، داماد. این عکس مال دو سال پیشه و این عکس مال هفته گذشته است. نه گیریمه، نه اینکه موهاش تو آسیاب سفید شده. عوارض ناشی از پروازهای طولانی. ایشون الان توی بیمارستان بستری هستن. این سومین عارضه قلبی تو یک سال گذشته است. مگه شما چکاپ‌های دوره‌ای ندارین؟ چرا؟ هم دوره‌های منظم، هم دوره‌های غیر منظم اتفاقی. اما خیلی از عوارض ناشی از پروازهای طولانی و مکرر به مرور نامشخص شکل میگیره و ناگهانی بروز میکنه. شما خودتون تو سفرهای معمولی احساس تهوع میکنید، گوشدرد، خستگی. این عوارض ساده توی پروازهای ارتفاع 7000 پا تا 12000 پاست. من اینجا نخواستم شماها رو جمع کنم تا درس پزشکی بهتون بدم، اما ارتفاع روی اندام بچه ها خیلی تأثیر میذاره، روی ریه هاشون، مغزشون، قلبشون. حالا خستگی و حساسیت های عصبی رو من زیاد نمیخوام روش متمرکز بشم. ما برای ورود افراد تازه به امنیت
حساسیت‌های زیادی داریم و نکات مختلفی رو باید در نظر بگیریم. برای اینکه ورودی ما به اندازه‌ای باشه که بتونیم از زحمات بچه‌های قدیمی تشکر بکنیم و اونا رو بازنشسته بکنیم، احتیاج به بودجه و امکانات زیادی داریم. این بخش از مسئله اصلا به من ارتباطی نداره. من فقط یک نکته میگم و بحث رو تموم میکنم. این بچه‌ها بعد از بازنشستگی باید سلامت باشن تا این دوران رو در کنار خانواده‌شون سپری بکنن. باید سن ویژه‌ای برای بازنشستگی این بچه‌ها توی قانون گنجونده بشه. نمیدونم تو نیروهای مسلح، مجلس، هر کجا که میتونه در این مورد تصمیم بگیره. سلام. کاظمی. سلام آقای دکتر. سلام. خوشتیپ‌تر شدی؟ پس جلسه انتخاب خوشتیپ‌ترین امنیتی سال بوده. من کاندیدم؟ رقیب زیاد داری. تو اولین دکتری نیستی که این دستک دنبک و دنبال خود را انداخته که این کاری بکنی. اما اینا خیلی مثبت‌تره. اینا هم اولین مثبت ها نیستن. الانم با عجب عجب و وای وای از اتاق میان بیرون. همین خان از رو دلسوزی یک کاری بکنن. اما بعد پای زمان میاد بسد. زمان؟ چه زمانی؟ مرور زمان. تا بیاد بره تو گردش کار و ابلاغی و دستور رو ببینیم چی میشه و چی نمیشه. بچه ها هزار جور پرواز کوتاه بلند تو شب و روز دارن میان و میرن. زمان برای بچه ها میگذره. اینجوری میشه که الان من خوشتیپ ترم. تا وقتی من هستم پاش وای میسم. میدونم وای میسی. کلیت چطوره؟ خیلی بهتره. بهتره؟ مثل قبل اذیت نمیکنه. اشکار از خود درخته. تا ارگانیسم حیات داره ازش کار میکشید. ارگانیسم همون موتور دیگه. تا موتور پایین نیاد از کار نمیافتید. هم یه جورشه. این ارگانیسم حالا حالا ها کار میکنه آقای دکتر. افتادی به روغن سوزی من اینجا. البته خودت توی خونه دکتر حاضر کنار دستت داری. کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره آقای دکتر. راستی به خانم دکتر همتی که چیزی نگفتی؟ هنوز نه. تا جواب آزمایشت بیاد. یا دیر به دیر بیای سراغ من، اون وقت چغلی تو میکنم. میگه سر و کارت با خود خانم دکتر همتیه. میدم آزمایشم میدم. واقعا ندادی؟ میدم آقای دکتر. میدم آزمایشم میدم. اینا جاش کجاست خانم عزیزی؟ بذارینشون همینجا، خودم مرتبشون میکنم. شما خانم عزیزی، برای فکر کردن میتونین خیلی عجله نکنین. من هیچ وقت برای فکر کردن عجله نمی کنم. من برعکس شما. اما برای این یه مورد خاص خیلی فکر کردم. خب تفکر همیشه لازمه. بله، واقعا لازمه. مخصوصا برای شما. فکر کردن برای همه لازمه. اون که بله. من به نتیجه رسیدم بعد از فکر کردن. اما نمیخوام شما عجله کنین. حقتونه که خوب فکر کنین. بالاخره ازدواج موضوع خیلی مهمیه. استاد، خودم شنیدم داشت میگفت راجبش فکر میکنم. خودم شنیدم. چی میگی آخه؟ با شما به خانم عزیزی حرف زدی؟ آره حرف زدی. یکی هم راجب خاطرات قدیمی با پدرش. خاطرات؟ راجب اون موضوع. کدوم موضوع؟ کدوم موضوع؟ همون اون آها خب با
هاشو به موقعش، هر چیزی موقعی داره دیگه. ای وای. خیلی خب بابا میگم به موقعش. دارم نرگس چطوره؟ نمیخوای با من حرف بزنی؟ یه چیزی بخور. من تو بیمارستان چیزی نمیخورم، صد دفعه یادم رفته بود. شما چی یادتون میمونه؟ یه نگاهی به وضعم بکن. حواسم نبود. ببخشید. فکرتو کردی؟ تو چی؟ من هنوز حرفم یکیه. مرد و قولی. همین بفهم برای من فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ من تو زندگی چه کم و کسری بودشتم؟ آخه مگه همه چی کم و کسریه؟ خونه است، ماشینه. اصلا ببینم، مگه از روز اول که اومدی همه اینا رو داشتی؟ من از روز اول شرطم همین بود، نبود. اون موقع نمیفهمیدم، فکر کردم خیلی ساده است. با خودم میگفتم خب حالا ندونم شوهرم چی کار است، مگه چه اتفاقی میفته؟ اما الان دیگه نمیتونم. کم آوردم. نمیدونم تو کی میری، کی میای، اصلا کجا کار میکنی، با کیا میگردی. هر وقت میای خداحافظی کنی همین نگونم. بعد این همه سالی که خوب میشناسم، وقتی میای خداحافظی کنی همچنین زل میزنی تو چشم، انگار دیگه قرار نیست برگردی. یه جوری خونه رو برانداز میکنی، انگار آخرین باری که داری میبینیشون. تو برای این اینجوری فکر میکنی که از کار کو ساختی واسه خودت؟ یعنی بنده که زن شما، هر وقت یکی از من میپرسه آقای عطایی شغلش چیه؟ بگم آزاده. چه شغل آزادی خانم عطایی؟ آزاده دیگه، آزاد آزاد. آزاده دیگه. حمید، آخه این چه شغل آزادیه که هر وقت که باید باشی نیستی؟ تو اصلا فهمیدی بچه همون چجوری به دنیا آمد؟ فهمیدی اصلا کی به دنیا آمد؟ گریه هاشو دیدی؟ خنده‌هاشو چی؟ همین شوهر خواهرت فوت کرد، تو نبودی. عروسی برادرت نبودی. نه تو عزا هستی، نه تو عروسی. خب به جاش تو بودی دیگه، من دلم به تو گرم بود. بسه دیگه حمید، بسه. گوشم پره از این حرفا. حمید آقا جون، باتری خور شدی یا نه؟ سلام عرض کنم. ببخشید متوجه نشدم. من با این حمید آقا شوخی دارم. این آقا جون من تو هوا هما نجات. اختیار داشتیم کاری نکردیم. این توی هواپیما چیکار میکرده؟ مسافرت، یه مسافرت تجاری داشتیم. بله دیگه، لابد شما هم شغلتون آزاده. بله بله، با حمید آقا همکاری. خدا رو شکر. بالاخره بعد از 10 سال ازدواج با یکی از همکارای شوهرم آشنا شدم. خوشبختم. منم به همچی. کنم خراب کردم حتی یاده بچی. چطوری خودی؟ بهتری الحمدلله.
خیلی سرد و هشتاده جونم شما بزنید از شغلت گفتی؟ میکنم خون سر باش عزیز دلم قصه من و زنم با شما جوانا خیلی توفیق داره ما خیلی جوان بودیم با هم ازدواج کردیم قبل از انقلاب بچه هم که جنگ و جبهه بود و بچه هم که اومدیم سر این کار به واقع هیچ حرف پنهونی با هم نداریم من هم همین کارمه که پنهونه شاید خیلی از بچه ها گفته باشن اما من نمیتونم نه اینکه اسرار نگوس شاید هم هست اما همسر من حساسه تو این سفرها رفت و آمده میترسم یه چیزایی از دهنش ببره نه به خاطر خودش صلاحی که بهش بگم نه به خاطر خودم نه برای این کار که از هر چیزی برای مهمتر حالا من نمیدونم چی بگم هر زندگی یه نسخه واسه خودش داره حتی ایشون من نمیتونم دوا اون نسخه زندگی خودم برای تو بپیچم تو هم نمیتونی هیچ کس نمیدونه من حالا میخوام ببینم این خانمت حرف حسابش چیه چی میخواد از این شرط گذاشته یا یه شغل جدیدی پیدا کنم که سر و ته داشته باشه و بشه ازش حرف زد یا ما رو به خیر و رو به سلام من میتونم فقط برات دعا کنم که این ماجرای قلبی جدی نباشه و هر چه زودتر سلامت باشی و با هم بپریم عشقم این کاره من این سوال روزای جنگ رو دارم توی پرواز اینجا روی زمین شو بگم واسه نیستم با هیچی عوضش کنم این موقعیت رو من حل نصیحت نیستم عطای جون اما حس حال تو هم کم چیزی نیست میدونم خیلی چیزا دور بر اون هست که نمیذاره نگاه اون باز اون باشه بله خیلی چیزا هست آقا ببخشید خیلی عذر میخوام ببخشید من فرصت نشد ازتون خداحافظی کنم خواهش میکنم یه سوال ازتون داشتم بفهم من در خدمتم شما واقعا همکارشی؟ میخواییم براتون قسم بخورم ها ولی خب هواپیما و بازار و این برای شما خیلی مهمه که بدونید حمید آقا چی کار است بعضی وقتا به خودم میگم نه ولی خب نمیشه که بهش فکر نکرد خواهر من دختر من فرض کن شما فهمیدین حمید آقا شغلش آزاد نیست دولتیه یا اینکه شغلش آزاده دولتی نیست چه فرقی به حال شما میکنه برای شما عزیزترش میکنه مسئله این نیست خب خیلی سخته آدم بعضی وقتا دلش میگیره یعنی بعد این همه سال انقدر به اعتماد نداری که منو محرم خودش بدونی چه حرفی میزنی دخترم شما همسرشی محرمشی من یه کوچولو بگم هنوز شغلش رضایت میدی؟ نه اینکه بگین شغلش چیه؟ نه کلن که نه یه توضیح خیلی کوچولو میدم امیدوارم که رضایت بدی حضور شما که عرض کنم حمید آقا امانت داره یه امانت خیلی بزرگ دستشی که از هرچی جون و از هرچی پول عزیزتره حمید آقا نمیتونه این امانت رو ول کنه چون دلش نمیخواد این امانت دوست داره بعدم یه جوریه که نمیتونه در مورد این امانت صحبت کنه و پوزشو بده اگه شما کنارش باشین حمید آقا امانت داره بهتره ولی اگه خدای نکرده تو این حال و روز ولش کنیم بره قصه میخوره در ضمن بهتون بگم حمید اگه سرش بره این امانت رو ول نمیکنه حالا من فکر میکنم که تو این لحظات اگه کنارش باشیم حمید آقا امانت داره بهتری شما اگه خواستیم به کسی بگی شوهرت چه کار است اگه از پرسیدم که شوهرت چه کار است یک چوبه
یک جمله کوچولو. بگو امانت داره. من شرمنده ام. سر ساعت باید برم جایی. البته فکر کنم حمید آقام این حرفا رو زیاد زده برای شماره. خداحافظ. خدا کنه به قول آقا قلبت باتری خور نشه. حمید من فکرمو کردم ممنونم که اومدی. خدمت شما. آوردم براتون. ممنون. مرتضی هر وقت یه فرصت پیش می اومد یه مشقی می کرد. یه روز تو حال هوای خودش بود، خوش نویسی می کرد. اومدم سراغش. یه اصرار اینه ازش گرفتم. می گفت بدخطه. اما شکست نفسی می کرد. میگفت ناقابله، اما قابل بود. تن زده اندر زمین چنگالها، جان کشیده سوی بالا بالها. چو راضی شد از بند یزدان پاک، گر اینها نگردند راضی چه باک. اسمی که ما ازش میدونیم اردشیر پرهام، به عربی، انگلیسی، فرانسه و چند زبون دیگه دنیا مسلطه. تنها کار میکنه و خیلی هم سریع کار میکنه. من خیلی نمیتونم حرف بزنم، فقط بدونید جریان یه معامله اطلاعاتی تو تهرونه. دو روزم بیشتر وقت نیست. من خیلی نمیتونم تو تهرون پرسه بزنم. من میدونستم قراره بیاد ایران، ولی نمیدونستم با این سر و صدا.